برنامه را با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد که در انفجار در مقر شبه نظامیان هشت و شعبی در استان بابل در جنوب عراق، در جنوب بغداد پایتخت عراق، دست کم 4 نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. وزارت کشور عراق و شبه نظامیان هشت و شعبی وقوع انفجار در پایگاه را تایید کردند. یک مقام هشت و شعبی گفت دست کم 4 نفر از اعضای هشت و شعبی در این انفجار کشته شدند. او همچنین افزود که انفجارها در اثر یک حمله هوایی و اصابت 4 یا 5 موشک به پایگاه صورت گرفته است. این حمله همزمان با ترور اسماعیل هنیه در تهران و حمله اسرائیل به جنوب بیروت صورت گرفته است. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعه از همه سازمان‌های حقوق بشر جامعه بین‌المللی درخواست نمود تا اقدامات فوری برای توقف نسل کشی علیه غیر نظامیان شیعه در پاکستان انجام دهد. این سازمان خواستار محکومیت تبانی نیروهای امنیتی پاکستان با گروه‌های تروریستی افراطی شد. ناظران و شماری از ساکنان این شهرک تایید کردند که نیروهای امنیتی چشم خود را بر جنایات تروریست ها بسته و گویا برای اجرای این طرح مشکوک بین نیروهای امنیتی و گروه‌های تروریستی تبانی صورت گرفته است. این سازمان از جامعه بین المللی خواسته تا فوراً در این مسئله مداخله نموده و گام‌های جدی برای محافظت از غیر نظامیان در پاراچنار بردارد و اطمینان حاصل شود که عاملان آن به دست عدالت سپرده می‌شوند. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعه بر لزوم ایفای مسئولیت‌های دولت پاکستان در حفاظت از شهروندان خود در برابر خشونت و تبعیض مذهبی تأکید کرد.